درود عرض میکنیم با کلی اونهایی که به تازگی به برنامه فضای تلویزیون سفینه پیوستند. دوستان عزیز، برنامه امروزی ما برنامه خاصه است، بخشیده شده است به 27 سالگی قشنهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و امروز مهمان داریم از ارکستر حربی قشنهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و انسامبل مرزبان قشنهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و یک صحبت خواهیم آورد اطراف همین ارکستری که حالا یک نوازش خیلی دلنشین را پیشنهاد ما کردند. و دوستان عزیز، یادوار میشیم که حالا رهبری همین ارکستر مایور خورشید تشریف‌زاده در برنامه حضور دارند. خوش آمدید. بیاید سر اول درباره فعالیت ارکستر حرف میزنیم. چگونه به راه مانده شده است؟ عموماً هنرمندان را چگونه با همین ارکستر شما جلب میکنید؟ در ارکستر ما همه موسیقیچون شخصیت های کسبی هستند. بله. بسیار هنرمندان خوب هستند. فعالیت شما چگونه به راه مانده شده است؟ شما چگونه موسیقی ها را آماده میکنید؟ تمرین های شما چگونه جریان میگیرند؟ هر روزه کار ما آغاز میشود از همون اثر های بستکار های تاجیک، از بستکار های روس، اثر های نو نو پیشنهاد میکنیم بچه ها خطی در یک جایگی همکاری کرده حل و فصل میکنیم. همون آهنگ هایی که شما پیشنهاد میکنید باید چگونه خصوصیت داشته باشد؟ روح بلند کننده باشد. روح بلند کننده باشد. غرور ملی رو بیدار کنند. آهنگ ها گفتید از بستکاران تاجیک، اصلا کدام بستکاران رو بیشتر آهنگ هاشون رو شما مثلا تمرین میکنید؟ زکر نشانوف، محمود خرمون علی، کبوتر شویف خدم. با ارکستر میبینند با شما همکاری میکنند؟ بله. همکاری زیش داریم اونو. همکاری زیش داریم. بله. همکاری شما با انسامبل مرزبان چگونه برامونه؟ شما همکاری مشترک داره؟ بله، در همبستگی من انسامبل مرزبان خطی پیوسته ما همکاری مون هسته. همه وقت در چورابین ما یجو برامونه میکنیم پیشی بیننده در پیشی مخلصان در. عثمان حیدرف، شما سراینده انسامبل مرزبان هستید. بیا درباره همین انسامبل کمی معلوم بدهید برای بیننده ما. طول 9 سال است که در انسامبل ترانه و رقص مرزبان قشنهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت دارم. در انسامبل مرزبان بسیار پیشروی و به نظر میرسد، با بسیار استادان کار و فعالیت کردیم. امروز هم پیشروی است. در انسامبل مرزبان سربازانی هستند که هم سرود میخوانند هم مطرب هستند. کدام سربازی که مهارت دارد، استعداد دارد، خود مطرب خود سراینده با انسامبل با حیث اوازخوان خو مطرب اون رو دعوت میکنیم. 2 سال در اون انسامبل خدمت میکند. هستن افسرانی که مثلا سربازانی که بعد از خدمت حربی در همین انسامبل شما کار کرده باشن؟ البته هست. چند سرباز مثال 2 سال خدمت کردن در انسامبل مرزبان، بعد از خدمت در انسامبل با کار گرفته شدن. بسیار استعداد خوب دارن. تا حال مخلصی خودم شون رو پیدا کردن. سربازان هم بسیار گوش میکنن اون کسان رو. تنها ترانه های رو مثلا انتخاب میکنید که بیشتر خصوصیت وطن دوستی، بیشتر خصوصیت میهن دوستی و بیدار کننده حس ملی باشد، همین گونه ترانه ها در انسامبل شما انتخاب میشود؟ در انسامبل مرزبان خوشبختانه اونجا هم به حیث مثال ژانر استراد هم میخونن، ژانر فلک هم میخونن. بسیار خوب است برای اون که در خدمت از تمام گوشه و کناری جمهوری تاجیکستان ما سربازا خدمت میکنند. از مثال ولایت
سوغد، ولایت خاتلون، ولایت بدخشان. کار شما بیشتر ربط دارد به کار نظامی. باید شما اما قاعده هایی که در مثلا یک قسمی هر بریویه می شود در کارخانه شما باید رعایت شود. در برابر یک هنرمند بودنتون افسر نیست هستید. البته. برای یک نفر ایجادکار در همین گونه یک محیطی مثلا نظامی فعالیت کردن دشوار نیست به فکر شما؟ بسیار ما خودم رو خوشبخت حس میکنیم که برای وطن خدمت میکنیم. بلند برداشتن روحیه سربازان سرود میخونیم. این هم یک خوشبختی است. وقتی که سرباز در خدمت وطن است، وقتی که ما سرود میخونیم برای وطن، برای مادر، اون کس مثال خرسند میشود. این خوب است. وقتی که چیکار گفتم به زونه بود که یک دل شاد کنیم. بله بله. شاعر وقتی که شاعر این سخن را گفته است، سنت خودش یک تربیتگر جامعه شما است. یعنی به واسطه سنت، به واسطه ترانه هایتون غروری وطنداری هر یک سرباز را بیدار میکنید. غروری وطنداری هر یک مثلا ساکن این وطن را، شهروند این وطن را بیدار میکنید. البته البته بیدار. تشکر زیاد. و فرزانه بانو شما بانو هستید. برای یک نفر بانو در یک انسمبل نظامی فعالیت کردن دشوار نیست؟ البته شخص وقتی در ضمیر خود حسی وطنداری، وطندوستی را پرورش میکند، برای اون هیچ دشواری پیدا نمی شود. پیوسته هنرمندانی انسامبل مرزبان ما همه کوشش میکنیم توسط سرودهای وطن دوستی، توسط زیبایی پسندی، توسط زیبایی پرستی بین افسران و سربازان هنرنمایی کرده باشیم تا اونها را توسط انامین جزئیات هایی که من نامبر کردم روح بلند گردانیده باشیم. قریب که به تمام دیدبانگوهای جمهوری تاجیکستان همون ما سفرهای هنری داشتیم. در اونجا با سری بلند هنرنمایی نموده، مقصد اساسی سفرهای هنری ما نیز از آن عبارت است که انما سربازان شجاع وطن، افسران دلیر وطن را توسط انامین سرودهای وطن دوستانمون باز هم در دل آنها مهر وطن عزیز تاجیکستان آزاد را زیادتر کرده باشیم. مرزبانانند دیوار وطن، روز و شبها چشم بیدار وطن، تا ما بودا بدنهاد بیشکند سرحد و قانون و گلزار وطن. و واقعا هم اونها هستند که امروز وطن آروم است. امروز هر یک شهروند میتواند که در جاده‌های وطن بدون ترس قدم زند. ما از اونها هستند که در مرز سینه سپر کرده وطن رو، خاک این سرزمین رو حمایت میکنند. میسازد که اونها رو شعر مردان ملت گفت. و واقعا هم امروز رو با کلی هموطنانی عزیز مبارک میگویم. بگذار که همیشه مرز ما، بگذار که همیشه وطنی عزیز ما آرام باشد و بگذار که همیشه همین گونه مردان برای وطن، برای آرامی تاجیکستانی عزیز سینه سپر نمایند. و حالا باز چه ارمغانی دارید برای بیننده عزیز ما؟ خوشبختانه ما در اینجا با دو سرود نو آمدیم که برای بینندگان پیشکش می نماییم. اولین سرود سرود سرحدمان، دومش سرود سپر سرحد. حالا کدام ترانه پیشنهاد میکنید؟ حاضر سرود سرحدمان. مرحمت. Come on.
بنیاری وطن، چشمی بیداری وطن. بار دیگر درود میفرستیم با کل آنهایی که حالا برنامه فضای تلویزیونی سفینه را تماشا دارند. یادآور میشم که برنامه امروزی ما بخشیده شده است با 27 سالگی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، و باز هم یادآور میشم که در استودیوی ما حضور دارند ارکستر حربی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و انسامبل مرزبانی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، که باز هم حضور شما را مبارک میگویم، خیر مقدم میگویم. روز قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با کل شما مبارک باشد، و واقعا هم سهم شما برای حفظ کشور، حفظ مرز کشور خیلی زیاد است. شما هستید که روحیه هر یک سرباز، روحیه هر یک مرزبان این کشور را بالا میبردارید، و چون که ترانه پیش نیاد شد، این ترانه می تواند که رویه هر یک فرد این وطن رو بیدار کند. هر یک فرد این وطن با شنیدن این ترانه آماده است که برای وطن، برای مرز و بومی وطن سینه سپر نماید. بیاید درباره این ترانه های وطن دوستی، ترانه هایی که بیشتر درباره مثلا قهرمانان ملت، درباره مرزبانان کشور حرف میزند سخنرانی، شما چگونه همین گونه ترانه ها را انتخاب میکنید؟ کی به شما کمک میرساند؟ با کدام مثلا شاعر و ایجادکاران همکاری مینمایید؟ در انسامبل مرزبان آهنگسازای خوب هم هستند، قریب هنرمندان هم آهنگ ایجاد میکنند، بسیار آهنگای هستند که باز ما به قریبی یک کنسرتی، بسیار کنسرتی خوب برای بینندگان پیشنهاد میکنیم با 27مین سالگرد قشون سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان پیشکش می‌نمایم. در آنجا دو آهنگ، سه آهنگ از ایجادکاران خود انسامبل، انسامبل ایوازمن نورماتو بسیار آهنگای خوب ایجاد میکنند. بعد بسیارتر باز با شاعران نورالله عارف همکاری داریم، با استاد خیراندش همکاری داریم، استادانی که باز در انسامبل کار فعالیت داشتن امروز هم یاردن میکنند، آهنگای آنها را هم میخونیم، برای پیشنهاد میکنند، پیشنهاد میکنند میخونیم. باز آنجا باز یک بسیار اقدام خوب کردند در قشون‌های سرحدی، به طرز آزمون اعلان میکنند شعرهای شاعران. از آنجا بعد کدام شعری که مثال موافق میگلتد با آهنگ، شعر خوب، ما اون رو گرفته با آهنگ میداریم. فرق ندارد کدام شعری که باشد، شعر خوب باشد، شعر خوب باشد، خوب باشد. ثبتی ترانه‌هایتان چگونه جریان میگیرد؟ در انسامبل خوشبختانه به حیث شهرنماوی هم کار فعالیت دارند، هنرمندانی هستند که به حیث هم آوازخوان، هم کارگردان آواز، بسیار هنرمندان والا هستند، با آنها همکاری داریم. سرودها را رفته در استودیو ثبت آواز اونجا ثبت میکنیم با همراه آهنگسازان و شاعران، برای بینندگان پیشنهاد مینماییم. فرزانه بانو، آرزوی مثلا در انسامبل حربی، در انسامبلی که اونجا مثلا همه نظام است، ترتیب است، از کجا پیدا شد در دل شما در یک همین گونه یک انسامبل فعالیت کردن؟ از ایام خردی در دلم شوق پوشیدن انامی لباس نظامی به نهایت جوش میزد، زیاد گشته بود. چون می دیدم در راه نظامیان وطن با لباس های نظامی می گشتن، من نیز می خواستم که کلان شوم و در تن لباس نظامی ببر نمایم. کنون بعد ختم دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به انسامبل مرزبان آمدم و در آنجا لباس نظامی رو ببر نمودم. و چون چه احساس بود وقتی که لباس نظامی رو ببر کرده؟ وقتی که لباس نظامی رو ببر نمودم، یک غرور وطن دوستی، غرور وطن پروری، حسیات وطن دوستی در دلم باز هم زیاده گشت. من خواستم که توسط انمان سرودهای وطن دوستانه بیشتر و بیشتر نزدی افسران و سربازان شجاع وطن هنرنمایی نمایم، و انمون چیزی که در دل خود هست توسط سرودهایم بسرایم، تا انمون هنرنمایی مرا افسران و سربازان و دیگر
шаҳрвандони кишвари азизамон тамошо карда бошанд ва онҳо низ дар дили худ анамин меҳри ватанро боз ҳам зиёда парвариш намоянд. Зеро ки гуфтанд, ранҷ бурда модари фарзанд пайдо мекунад. Он писарро посбони рӯи дунё мекунад. То шавад машҳури дунё он писар дар дили фарзанди худ меҳри ватан ҷо мекунад. Хуб, метавонед то ягон таронаи ватан пешниҳоди бинанда кунед бо садои зинда. Ватан гӯи зи модар мекуни ёд, ватанро бар ватандораш худо дод. Ҳар он кас ки ватан модар парастад, парасторش در این عالم خدا باد. وطن گویی زی مادر میکنی یاد. و واقعا من فکر میکنم که اگر بروی خطی ترانه های انسامبل شما نگاه کنی، همه ترانه های وطنداری است، همه ترانه هایی است که محبت وطنداری هر یک شهروندی تاجیکستان را بیدار میکند و بگذار که همیشه میگونه باشد. دوستان عزیز، حال یک ترانه پیشنهاد میشود با نامی سپر سرحد و میشنویم و حلاوت میبریم. بار دیگر روزی سرحدبانان وطن مبارک باشد. بگذار که همیشه و همیشه سربلند باشد، همیشه غرور ملی در دل آنها جوشاند. دوستان عزیز، ترانه دلنشین بود و واقعا من فکر میکنم که با شنیدن آن احساس وطنداری ما، غرور وطنداری ما باز هم بالا گرفت. بیاید درباره ارکستر حرف میزنیم. میدونیم که دستگیری ها نسبت به ارکستر شما خیلی زیاد است و فعالیتش خیلی خوب برام مونده شده است. مثلا آهنگ های خیلی زیاد رو شما پیشنهاد مثلا سرحدبانان وطن، پیشنهاد مردم کشور میکنید.
من شخصاً از نامی خودم از نامی کلی هنرمندوی هیئتی ارکستر حربی و انسامبل مرزبان تشکر به نظر خودم برابریت میرسانیم که همه وقت دلسوز هستند در دستگیری ما هستند، همه وقت ما را دستگیری میکنند. ما هم کوشش میکنیم که همیشه آهنگوی تر و تازه، سرودوی تر و تازه، پیشکش بینندگان، افسران و سربازان کنیم و نگفته نماند که از نام کلی همه هیئت شخصی تمام هم خدمتشون خدمانان و 27 سالگرد خوشنوی سرحدی کمیته دولتی امنیتی ملی جمهوری اسلامی تبریک میگیم. ما سرحد بانان، مرز بانان در خدمت خلق وطن آماده هستیم، صادق، صافدلانه خدمت میکنیم. در ارکستر شما هستند سربازانی که فعالیت میکنند میوین اونجا مثلا با هنری خود رو نشون؟ چون ما مرکز تعلیمی داریم، در اونجا نوازکران دعوت میشوند از بین سربازان. بله. چگونه از مهارتشون؟ هنرمندان هستن که و یا کالج سند ختم کردن، دانشکده سند کنسرواتوری ختم کردگی ما اینجا میرم و نوان استادا خطی همکاری میکنیم. هستن مثلا سربازانی که بعد از مثلا اتمام خدمت حربی در ارکست شما کار کرده باشن؟ چون با خدمت وارد میشوند این محیط همه بینن شوقشون زیاده پیدا میشود. بله. خودشون اختیاران که ما را بعد خدمت همینجا کار نمونیم. شما نیز میتوانید همصفان خود را به این روز مبارک، به این روزی که واقعا هم ارزنده هستن تبریک کنید. ما شخصا از نام خودم و از نام انسان مرزبانی خوشنوی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، تمام نظامیان جمهوری تاجیکستان را، تمام کارمندان خوشنوی سرحدی را با 27 سالگرد خوشنوی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان را تبریک تهنیت گفته، آرزوی آن را داریم که دائم وطن ما تنج آرام باشد، سربازان ما خدمت را با سری بلند ادا کنند، در نزد وطن قرض وطن را اجرا کنند، باز رفته به پدر مادر به وطن باز خدمت خود را دوام دهند. امروز که عید است، من این روز عید را به همه مرزبانان تاجیکستان عزیزمون، به همه شهر مردان، دلیران وطن عزیزمون صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم. بگذار خانه همه ما و شما آباد و آسوده باشد. وطن عزیز ما آسایشته از همه گونه جرمهای نخوش زندگی باشد. هرچند که امروز یک روزی خاص است، یک روزی است که در تقویم قید کرده می شود، همچون روزی سرحدبانان وطن، ولی من فکر میکنم که در برابر این همه روز روزی سرحدبانان است، همه روز برای آنها روزی خوب است، چون آنها سهم گذارند که مرز ما آرام باشد، آنها سینه سپر میکنند که ما آرامانه در جاده های وطن قدم زنیم، در جاده های شهر دلارا، در تمام گوشه های کشوری عزیزمون، تمام مردم تاجیکستان آرامانه خوابی راحت روند و بار دیگر همین روز خوب را به کل سرحدبانان وطن مبارک باد میگویم. بگذار که همیشه سلامت باشند، بگذار که همیشه وطن عزیز ما صلح و امنیت باشد، بگذار که همیشه خنده کودکان فراوان باشد و هیچگاه روی درد و غم رو هیچ یک ساکن وطن ما نبیند. دوستان عزیز، همینجا درسیدیم به فرجام برنامه امروزه فضا. روزگار شما رو نیز خوب باد و همیشه با برنامه های تلویزیونی صفی نمونید. و دوستان عزیز، در آخری برنامه یک نوازش دلنشین از جانب ارکستر حربی خوشنهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شما می شود. برحمت.